درود بر شما، من پانتا مدیری هستم و این پادکست جدید من و پروفسور اللهیار کنگلو با نام عروج انسانه. این برنامه سفری به ژرفای هستی است، جایی که علم و فلسفه در هم تنیده می شود و تصویری جامع از جهان به ما ارائه می کند. در این پادکست که هر شنبه از طریق کانال یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی من منتشر خواهد شد، به همراه پروفسور اللهیار کنگرلو، پژوهشگر برجسته حوزه‌های فیزیک، اعصاب و روان، فلسفه و علوم اجتماعی، به کاوش در اعماق وجود انسان و جایگاه او در هستی می‌پردازیم. هدف از ساخت و انتشار این پادکست نیازی است که جامعه ایران در این مرحله از تاریخ خود به فهمیدن و یار گرفتن از محتوای این برنامه داره. پس به اتفاق شما به دکتر کنگلو خوش آمد میگم. درود بر شما سرکار خانم مدیری عزیز و سپاس از همه زحماتی که برای ملت ایران در خلال ساخت و اجرای چنین برنامه‌هایی که با قدرت کامل اجراشون می‌کنین و موضوع‌هایی که انتخاب می‌کنین که به نظر من در رابطه با همین شرایطی که ملت ایران دارن الان تجربه می‌کنن هست و به نظر من بسیار روشنگرانه است. حالا در امتداد این برنامه‌ها و در ادامه این برنامه‌ها خواهیم دید که کجای این پاسخهایی که ما پیدا میکنیم و با بینندگان شما به شرکت میذاریم کجاش به درد همون اتفاقاتی که الان داره در ایران میفته و اون مسائلی که ملت ایران باش درگیر هستن به دردشون میخوره. سپاسگزار از شما. دکتر کنگلو، میخوام اولین پرسش از اولین بخش عروج انسان رو با پرسش انسان کیست و یا انسان چیست آغاز کنیم. این پرسش یکی از دیرباز در ذهن بشر نقش بسته. از زمان کودکی هر کدام از ما با پرسش من کی هستم یا چی هستم روبرو شدیم. پس با این مقدمه پاسخ شما چیست؟ تعریف شما از انسان چیست؟ در یک جمله، انسان عالی ترین محصول طبیعت. این میتونه کل داستان باشه، ولی اگه بخوام بیشتر روی این مسئله بازش کنم و بشکافمش، باید بگم که حداقل تا اونجایی که مشاهدات ما نشون میده، موجودی با ویژگی‌های انسان در حیطه کسب آگاهی از دنیا، قابلیت تغییر محیط زیست برای زندگی بهتر، کشف قانونمندی‌های طبیعت و ساخت ابزار پیچیده برای رسیدن به این اهداف، موجودی شبیه به انسان وجود نداره. و این یکی از بزرگترین وجوه ممیزه موجودیت انسان و قابلیت‌های انسان هست که من امیدوارم در طول این برنامه به جز جز این قابلیت‌ها که انسان رو موجودی به این با ارزشی می‌کنه بتونیم برسیم و به بینندگانمون آگاهی رو بدیم در مورد خودشون که آخرین پدیده‌های علمی در مورد قابلیت‌های انسان و موجودیت انسان به ما دادن. یقیناً در اینکه شما انسان رو قابل ترین موجود طبیعت میدونید بسیاری با شما هم‌عقیده هستند. خب یکی از این مزایا همون توانایی تفکر انتقادی و حل مسئله است. انسان میتونه به طور عمیق در مورد مسائل مختلف تفکر کنه و راه حل‌های خلاقانه برای اونها ارائه بده. اما اگر انسان عالی ترین محصول طبیعته، آیا مجاز هر طور که میخواد با طبیعت رفتار کنه؟ با محیط زیست، با منابع طبیعی، به نظر شما انسان چه تعهدی نسبت به طبیعت داره؟ به نظر من خیلی انسان نسبت به طبیعت تعهد داره. به طور کلی تعهد ما به دانش ما برمیگرده. اون چیزایی که ما دربارش ناآگاهی هستیم، هیچ تعهدی هم نسبت بهش نداریم. زمانی بود که انسان غافل از صدماتی که در اثر زندگی کردن انسان در طبیعت به طبیعت میزد، غافل از اون بود. ولی این روز روزگارا در ظرف 50-100 سال گذشته ما بیشتر آگاه شدیم به اینکه چه عواقبی زندگی در طبیعت داره، برای اینکه برعکس جانوران دیگه که قابلیت تغییرات عمده در طبیعت ندارن، انسان‌ها طبیعت رو محل زندگیشون رو تغییر میدن تا بتونن راحت‌تر زندگی کنن. و همین تغییرات هست و یه سری دیگه دلایل دیگه هم برای تغییرات وجود داره که مثلا مصرف‌گرایی یکی از بزرگترین دلایل تغییراتی هست، تغییرات مخربی که در طبیعت ایجاد میشه. ولی خب ما داریم میبینیم که آگاهی نسبت به این تغییرات در میون انسان‌ها بسیار بالا رفته. ما چرخه باز تولید و بازگشت محصولات مصرف شده رو به خط تولید داریم، الان یکی از سنت‌های بزرگ کشورهای پیشرفته دنیا شده. ولی در نهایت اگه من بخوام پاسخ منصفانه‌ای به پرسش شما بدم، باید خیلی 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 به عقب برگردیم. باید در حقیقت به لحظه پیدایش جهان برگردیم. ولی
من این کار رو به برنامه‌های بعدی واگذار می‌کنم و تو این برنامه تنها به پرسش‌های مشخص شما می‌پردازم. این در رابطه باید بگم که انتخاب نام پادکست شما عروج انسان گویای همه چیزه، یعنی اعتلاء انسان، یعنی بالا رفتن انسان، یعنی بهتر شدن انسان، قابل‌تر شدن انسان، و کل داستان زندگی در همینه، در همین عروج انسانه. مسبب همه اینا و همه توانای انسان ذهن انسانه. برای فهمیدن قابلیت‌های ذهن انسان ما باید به آرشیتکت ذهن انسان بپردازیم و از خودمون شروع کنیم، از اینو بفهمیم که چیزهایی هست که خود انسان درباره خودش نمیدونه، مثلا همین ساختار یا آرشیتکت ذهن، و این چنین ساختاری چرا ایجاد شده، چرا مغز انسان به طور شبکه‌ای مدیریت میشه، ساخته میشه، و این ساختار شبکه‌ای چه توانایی‌هایی رو ایجاد میکنه و چگونه به وجود اومده، به طور تکاملی به چه شکلی به وجود اومده. در ادامه من به جزئیات ساختار ذهن انسان و این ساختار چه قابلیت‌هایی به ما میده و چه شکلی ما میتونیم از درک بهتر ساختار و آرشیتکت ذهنمون استفاده بهینه از زندگی میکنیم، حتی در مقوله‌ای مثل خوشحال بودن و موفق بودن. بسیار مشتاقم راجع به ساختار ذهن انسان از شما بشنوم. گفتید که شبکه‌ها رو میتوان ساختار بندی عمده ذهن انسان دونست، یعنی مهارت‌های ما درون شبکه‌های مهارت نهفتن و واکنش و کنش بین این شبکه‌ها تعیین کننده دستاوردهای انسانند. پس به نوعی آیا همه این شبکه‌ها یکسان ساخته شدند؟ نه، شبکه‌ها ساخته میشن به تناسب در طول زندگی ما، ولی دقیقا همینطوری که شما گفتین نقش شبکه ها و چگونه شبکه ها نقش تو زندگی ما بازی میکنن، آگاهی از این شبکه ها چه نقش تو زندگی ما بازی میکنه. ما شبکه های مهارت رو داریم، دو نوع شبکه داریم. یک شبکه های مهارت که بعد از تولد انسان ما اون شبکه ها رو میسازیم، یا بهتر بگم که اون شبکه ها خود به خود ساخته میشن در اثر تجربیاتی که ما توی زندگی می داره. ولی یه شبکه مرموزی هم وجود داره به اسم شبکه مادر که ما به اون به دنیا میایم، و اون شبکه من به فارسی بهش میگم مادر، شبکه مادر برای اینکه اسم بهتری براش ندارم، ولی انگلیسی بهش میگیم دیفالت مود نتورک یا دی ام ان. این دیفالت مود نتورک یه شبکه بسیار حیرت انگیزیه که در حقیقت مسئول زنده نگه داشتن ماست، و بقیه شبکه‌هایی که ما میسازیم به مهارت‌های ما بستگی داره. مثلا مادری که فرزند داره میدونه که ممکنه 8 ماه یا 9 ماه برای فرزندش طول کشید تا این فرزند بتونه بشینه، بعد مثلا 1 سال طول کشید تا بتونه 4 دست و پا راه بره، 15 ماه طول کشید تا بتونه راه بره، 2 سال طول کشید تا بتونه حرف بزنه، و و و و و برابری. میبینید که تو دو دهه اول زندگیمون ما همواره در حال جستجو برای قسمت‌های مختلف مغز هستیم که این قسمت‌ها موقعی که با هم دیگه کار می‌کنن به ما یه توانایی‌هایی میدن که اون توانایی‌ها رو ما در زندگی درون طبیعت لازمشون داریم. نشستن، راه رفتن، حرف زدن، قهوه درست کردن و و و و, و رانندگی کردن. بنابراین هیچ کدوم از این قابلیت‌ها در یک نقطه مغز ما نهفته نیست. پس اینها چطور به وجود اومدند؟ یعنی چه کنش و واکنشی در واقع وجود داره با شبکه‌های مهارت؟ بله، این سوال خیلی خوبیه. چه شکلی به وجود اومدن؟ به طور کلی در اثر تکرار. تکرار یک قسمت بزرگی از این قابلیت شبکه‌سازیه. ابتدا بذاریم به شما بگم که موقعی که یه بچه به دنیا میاد، در بعد به تولدش این بچه 200 میلیارد نوران داره. 200 میلیارد عددیه که تقریبا عددیه که تعداد ستاره های کهکشان راه شیریه. عدد بسیار بزرگیه 200 میلیارد. یادتون باشه که یادمون باشه که ما تعداد انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن الان در حال حاضر 7 تا 8 میلیارده. یعنی حتی اگه 10 میلیاردش هم بگیریم 20 برابر تعداد انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن ما با نوران، با این تعداد نوران به دنیا میایم. ولی یه اشکال بزرگی این نورانا دارن در لحظه تولد. اینا به هم یه وصل نیستن. تا نورانا به هم وصل نشن کاری نمیتونن انجام بدن. به همین خاطر که بچه‌ای که به دنیا میاد فقط یه کار بلده، اونم زنده موندن. ولی اون کار در کنف حمایت شبکه مادره. شبکه مادر هست که در ذهن ما وجود داره و
و به ما قابلیت زنده ماندن رو میده. ما این شبکه مادر رو هم در خواب احتیاجش داریم و هم در بیداری، ولی شبکه های مهارت رو فقط در بیداری احتیاجش داریم. در ادامه من از این تمایزی که بین شبکه مادر و شبکه های مهارت میکشم از این استفاده خواهم کرد برای اینکه یه سری از اون مشکلاتی که ما انسان ها یه قسمتی از اون عذاب زندگی کردن در طبیعت رو بتونیم بفهمیمش و این عذاب رو تعبیر به شخصی نکنیم و بتونیم مبنای خوشی ها، خوشحالی ها و ناراحتی ها رو تو زندگی در رابطه با کارکرد مغزمون بهتر بفهمیمش و این نحوه شبکه سازی هم میتونه به ما کمک کنه زندگی بهتری داشته باشیم در زندگی بزرگسالان و هم میتونه به ما کمک بکنه در تربیت فرزندانمون. اگه بدونیم فرزند ما مثلا موقعی که داره تنیس یاد میگیره، این تکرار بسیار مهمه. هر باری که شما یه کاری رو تکرار میکنید، مثلا سرو زدن رو تکرار میکنید، بکهند رو تکرار میکنید، یا متمرکز شدن به طرف طول اومدن عقب رفت، اینا رو تکرار میکنید، با این تکرارها هر باری که شما تکرار میکنید اون قسمت هایی از مغز که لازم هست برای تنیس یاد گرفتن، اون قسمت ها هم خودشون رو پیدا میکنن و بعد موقعی که عضو یک گروه شدن شروع میکنن سیم کشی کردن مغز بین خود اون قسمت های مغز که برای اون مهارت لازم داره. این کار کاری بسیار بسیار آهسته، به طرز دردآوری آهسته است و احتیاج به تمرین مکرر و مکرر و مکرر و مکرر داره. برای طور کلی دلیل اینی که آموزش و پرورش، یعنی آموزش چیز یاد گرفتن، مهارت درست کردن، حالا چه اون مهارت فلسفه باشه، چه ریاضی باشه، چه تنیس باشه، چه پیانو باشه، فرقی نمیکنه. احتیاج داریم که دو تا مرحله، ابتدا مناطقی از مغز رو که لازم هست برای انجام اون مهارت پیدا کنیم، خود این وقت بره، احتیاج به تمرین داره، و بعد موقعی که پیداشون کردیم کمک کنیم سیم کشی کنن با وسیله عمل کردن دوباره و سه باره و چند باره و ده باره. فوق‌العاده. ارتباط بین شبکه‌های ذهن و مهارت و هوش و خلاقیت چیست؟ دکتر کنگلو. بله. اون چیزی که ما بهش میگیم هوش، البته می‌دونید در زبان فارسی ما کلمه هوش رو به چندین، یک کلمه چند منظور است. منظورم اینه که ما تو انگلیسی کلمه داریم به اسم consciousness. درسته؟ ما این consciousness رو میتونیم آگاهی تعبیر کنیم، میتونیم به هوش بودن تعبیر کنیم. ما میگیم بیمار رو بیهوش میکنن، یعنی در اونجا کلمه هوش رو به معنی آگاهی استفاده میکنیم، نه به معنی اینتلیجنس. درسته؟ بنابراین هوش یک کلمه ایه که باید مواظبش باشیم مخصوصا موقعی داریم دربارش صحبت میکنیم. موقعی که من دارم اینجا درباره هوش صحبت میکنم مکررا مجبور میشم برم برگردم بین این دو تا معنی هوش من نقد بزنم، یعنی به معنی آگاهی و به معنی باهوش بودن. اجازه بدین من باهوش بودن رو مجزا بکنم از آگاهی. قابلیت آگاهی رو، اون هوش نوع اول رو همه انسان ها دارن، یعنی انسانی نیست که قابلیت آگاهی به دنیای اطرافش نداشته باشه. شما موقعی صبح که از خواب بیدار میشین به محض اینکه چشمتون رو باز میکنین آگاهین به اینی که اطراف شما چی هست، میدونین توی اتاق خوابتون هستین یا توی هتل هستین، میدونین که مثلا روی تخت خوابیدین یا روی زمین خوابیدین. ولی یه چیزایی هم هست که نمیدونین، میدونین کجایین، میدونین که تو خونه خودتونین، میدونین اون چیزایی که به طور کلی اون لحظه‌ای که از خواب بیدار میشین شما از دنیای ناآگاهی به دنیای آگاهی قدم میذارین. شما زمانی که خواب هستین اگر یه آدمی مثلا کنار شما آهسته راه بره یا بیاد کنار تخت شما بشینه شما به هیچ وجه آگاه نیستین از نشستن اون. اگه دو نفر آدم صحبت بکنن در اطراف یه آدمی که خوابه اون آدم نمیتونه، در صورتی که پنبه تو گوشش نیست، چطور میشه که آدم خواب قابلیت شنیدنش رو از دست میده، قابلیت دیدنش رو از دست میده، قابلیت حس کردنش رو از دست میده، به طور کلی تمام حواس پنجگانش شات داون بسته میشه، تعطیل میشه. و اون هوش دومی که شما به باهوشی من اونو تعبیر میکنم، اون یه قابلیتی که در زندگی به دست میاد، یک قابلیت اکتسابیه، یک قابلیت بد و تولدی نیست، قابلیت ذاتی نیست، یک قابلیت اکتسابیه. شما قابلیت آگاهیتون، آگاه شدن بر محیط اطرافتون با اون قابلیت به دنیا میاد. یعنی بچه موقعی که تازه هم به دنیا آمده باشه، چند ساعت از تولدش گذشته باشه،
موقعی که چشمشو باز میکنه میبینه اطراف، البته درجه آگاهی یک بچه تازه متولد شده خیلی کمتر از درجه آگاهی یک انسان بالغ، ولی خب همون ولی قابلیت اون آگاهی به خاطر اون 200 میلیارد نورانی که توی مغزش هست رو داره، و اون کاری که این بچه قراره توی دو دهه اول زندگیش تا زمانی که مثلا دانشگاهش تموم بشه باید بکنه، کارش فقط سیمکشی بین این قسمته. اول شناسایی قسمت‌های مختلف مغز که لازم هست برای انجام مهارت‌های مختلف، و بعد به وسیله تمرین و تمرین و تمرین سیم کشیدن بین اینا. بنابراین هوش، اون هوشی که ما ذکاوت تلقی می‌کنیم، اون هوش چیزی هست که در خلال درگیر شدن با طبیعت ما به دستش میاد. یک سوال دیگه، آخرین یافته‌های علمی در مورد شبکه‌های ذهن و مهارت کدومند؟ بله، میتونم برای شما بگم که یکی از آخری یافته‌هایی که توی پژوهش‌های خود من وجود داره و من اینو این دانش رو استفاده می‌کنم برای معالجه بیمارانی که ناراحتی روانی دارن، همون قابلیت درگیر شدن این شبکه. حالا من به شما گفتم که این شبکه‌ها چرخی ساخته میشن تو دو دهه اول زندگی. حالا بعد از اینی که ساخته شدن این شبکه‌ها چه عواقبی دارن، چه کار می‌کنن، این کنش و واکنش این شبکه‌ها چه قابلیت‌هایی رو به ما میده. ما اون شبکه مادر رو برای شما گفتم که اون شبکه بیشتر مسئول زنده نگه داشتن ماست، و برابر این زنده نگه داشتن ما با وجود اینکه بسیار مهمه ولی مهارت خاصی نیست. شما همین الان که نشستین، مثلا هر جایی که هست که نشستین، اون قسمت‌هایی از مغز شما که مسئول زنده نگه داشتن شما، اونا دارن کار خودشون رو انجام میدن و شما رو زنده نگه میدارن. شما لزومی نداره که هر لحظه به اینی که من حالا چیکار کنم که مثلا مجرای تنفسم بسته نشه، من چیکار کنم که مثلا پی‌هاش خونم بالا نره، من چیکار کنم که هورمون هایی که باید در ذهن من ترشح بکنه برای اینکه من بتونم به دنیا آگاهی ایجاد بکنم، این هورمون ها رو با اون غلظت لازمه من تولیدش میکنم. تمام این کارا برای شما به وسیله یک کارگزاری به نام دیفالت مود نتورک یا شبکه مادر انجام میشه، و شما این لاکچری رو دارین و این مزیت رو دارین که به هیچ وجه نباید به زنده بودن و الزامات ابراز و اظهار مهارت برای زنده بودن شما نباید فکر کنین. طبیعت این دارایی بسیار بزرگ و این ودیعه بسیار بزرگ به انسان ها داره. بنابراین این از شبکه مادر. ولی شما چون از آخرین پدیده ها پرسیدیم، باید به شما بگم که ما یاد گرفتیم که شبکه های مهارتی که شما درست میکنین، این شبکه های مهارت اون لحظه‌ای که شما اراده میکنین مثلا برین سر زمین تنیس بازی کنین، یا اراده میکنین برین پشت ماشینتون بشینین پشت رول بشینین و رانندگی کنین، یا اراده میکنین برین قهوه درست بکنین، این اون لحظه‌ای که شما این اراده رو میکنین، این شبکه‌ای که در رابطه با اون مهارت فعال میشه، و فعال شدن اون شبکه باعث میشه که شبکه دیفالت مود نتورک یا شبکه مادر باید بره به پس زمینه، بره به عقب، برای اینکه شبکه مهارتی که شما الان تصمیم گرفتین میخواین اون مهارتتون رو اظهار بکنین، اون شبکه احتیاج داره کنترل مغز رو در دست داشته باشه. ولی در حالی که شما میخواین قهوه درست کنیم، من دلم نمیخواد که سکته کنم بمیرم به خاطر اینکه شبکه مادر رو تعطیلش کردم. البته ما قابلیت تعطیل کردن شبکه مادر رو نداریم، ولی قابلیت اینو داریم که اجازه بدیم در کنترل مغز باشه، یعنی جلو باشه، و یا اینی که میتونیم به پس زمینه بفرستیم. هر باری که شما دارین مثلا یک جایی نشستین و دارین فکر میکنین، تو خودتون هستین، چیزی که به انگلیسی بهش میگیم رومینیشن، یعنی نشستن و به خود فکر کردن، به گذشته، بازتاب گذشته، تجزیه و تحلیل کارهایی که در گذشته کردیم، یا حتی برنامه ریزی برای آینده، اون کارهایی که ما در مثلا موقع دوش گرفتن داریم انجام میدیم، داریم فکر میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، یا موقع تنها هستیم توی اتاق داریم فکر میکنیم، اونا همش کار شبکه مادره. و این شبکه مادر قابلیت خاصی نداره، نمیتونه تنیس بازی کنه، نمیتونه قهوه درست کنه، نمیتونه ویولون بزنه. برای اونا شما شبکه‌های مهارت رو لازم دارین، و هر بار که تصمیم بگیرین ویولون بزنین یا قهوه درست کنین، اون شبکه فعال میشه و شبکه مادر یاد گرفته که بره تو پس زمینه و کار خودش رو تو پس زمینه انجام بده. و این روشن و خاموش شدن این شبکه‌ها، فعال و غیر فعال شدن این شبکه‌ها، هر چقدر آسان‌تر انجام بشه ما زندگی بهتری داریم. اگر یه اتفاقی بیفته که بین این شبکه‌ها یک
استکاکی انجام بشه، مثلا یکی از این شبکه‌ها با یکی از این شبکه‌های دیگه درگیر بشه، گیر بشه، افت بکنه به هم دیگه. ما به انگلیسی بهش میگیم انتنگل بشن، میگیم نتورک انتنگلمنت. این شبکه‌ها اگه با هم دیگه درگیر بشن، اون وقت شما موقعی که می‌خواید این شبکه رو روشنش کنین، این شبکه مادر نمیتونه خاموش بشه، برای اینکه گیر افتاده به وسیله یک نقطه از کلاف بین یکی از بازوهای این دو شبکه به هم دیگه گیر کرده. و موقعی که این دو تا شبکه با هم دیگه انتنگل میشن، شما موقعی که میخواین یه کاری انجام بدین، مثلا یه کاری حتی به سادگی از تخت بیرون اومدن بعد از بیداری صبح، شما از تخت صبح که از خواب بیدار میشین به راحتی میتونین از تخت بیرون بیاین، میتونین یک دقیقه توی تخت بمونید، میتونین 10 دقیقه توی تخت بمونید، میتونین یک ساعت توی تخت بمونید، ولی لحظه‌ای که اراده کردین از تخت بیاین بیرون به راحتی میتونین از تخت بیاین پایین. ولی اگر این شبکه مادر با شبکه مثلا اون شبکه‌ای که مهارت شما رو برای از تخت بیرون آوردن لازم داشته باشه، اگر اونا با هم دیگه انتنگل بشن، شما نمیتونید از تخت بیرون، هر چقدر هم سعی کنی نمیتونید از تخت بیرون. قدرت از تخت پایین اومدن رو انسان از دست میده. ما موقعی که با بیماران افسردگی صحبت میکنیم، این بیمارا به ما میگن، وقتی بهشون میپرسیم ازشون میپرسیم که سخت ترین لحظه زندگیتون چیه، میگن صبح که از خواب بیدار میشیم موقعی که میخوام از تخت بیام بیرون نمیتونیم بیایم بیرون. ما تا به حال نمیدونستیم دلیلش چیه، ولی چون متاسفانه پاسخ من به پرسش شما که آخرین پدیده ها یافته های چیه خود طولانی شد، ولی این یکی از آخرین پدیده هاست که نتورک انتنگلمنت یا گیر افتادن شبکه ها با هم دیگه باعث یکی از دلایل اینه که انسان ها قابلیت هایی که قبلا داشتن از دست میدن و این باعث افسردگی خیلی زیاد. از صحبت‌های شما این تصویر برام پیدا شده که شبکه‌های ذهن و مهارت مانند قطعات یک پازلن که در کنار هم تصویر کاملی از ذهن انسان رو به ما نشون میدن و درک ساختار ذهن انسان میتونه به ما کمک کنه، گفتید، تا ابزارها و استراتژی‌های لازم رو برای حل مشکلات خودمون پیدا کنیم و به زندگی شادتر و سالمتری دست پیدا کنیم. اما آیا فقط درک ساختار ذهن کافیه و یا انسان نیاز به تلاش و تمرین‌های دیگه هم داره تا بتونه مثلا ریشه مشکلات خودش رو شناسایی کنه؟ هر دو به هم دیگه به قول معروف نون قرض میدن، هر دو به هم دیگه بستگی دارن. یادتون باشه که ما در مورد این صحبت کردیم که انسان با قابلیت حصول آگاهی به جهان اطرافش به دنیا میاد. انسان ها این قابلیت رو دارن، البته این قابلیت ها در انسان های متفاوته، در همه انسان های یکسان نیست. اون مقداری که شما این قابلیت رو شناسایی میکنید و رشدش میدید، درجه آگاهی شما از جهان افزایش پیدا میکنه. و مثلا موقعی که شما شیمی یاد میگیرین، میفهمین که یه سری اتفاقاتی که برای شما رمز و راز بوده در گذشته، مثلا یه اتفاق ساده‌ای مثل جوشاندن آب، چرا موقعی که مثلا یه پدیده عجیبی بود در گذشته برای انسان‌ها، رعد و برق یه پدیده عجیبی بود، انسان‌ها نمیفهمیدن چرا آب در 100 درجه جوش میاد و موقعی که آب به جوش میاد چه اتفاقی میفته، آیا این اتفاقی که در آب میفته، ما قابلیت اینو نداشتیم. انسان ها هزاران ساله که آب رو به جوش میارن و ازش استفاده میکنن، ولی نمیدونستن که آبی که به جوش میاد اون دمای 100 درجه باعث میشه که پیوندهای بین مولکول های آب که در حالت مایع آب، اون چیزی که ما بهش آب میگیم، این مولکول ها یه پیوندی دارن، پیوند لایه‌ای دارن، یعنی پیوند سه بعدی ندارن، مثل آب توی یخ، مثلا مثل مولکول آب توی یخ که جا میده. مولکول آب توی یخ از همه سه طرف، یعنی شش طرفش قفل شده و به همین خاطر جامده. مولکول آب از یه طرفش اون پیوند سفت و سخت رو نداره، برای آب اون حالت رقیق و مایع و روان رو داره. و مولکول های گاز از هیچ طرفی هیچ پیوندی ندارن، هیچ محدودیتی ندارن، به همین خاطر رها هستن و به سرعت هم منتشر میشن در جهان. این قابلیت ها رو مثلا ما نمیدونستیم، در حالی که استفادهشون میکردیم. انسان هایی که نمیدونستن مثلا تغییر حالت مواد در طبیعت به چه شکلی، به چه دلیلیه، استفادهش میکردن به لحاظ تجربی. ولی موقعی که ما علم شیمی یا علم فیزیک یا علم بیولوژی رو به طور سیستماتیک و روشمند یاد گرفتیم، اون وقت ابعاد آگاهی ما از طبیعت، اینکه طبیعت چه شکلی کار میکنه، به اینم پی بردیم. و این خود اون چیزی که من در ابتدا بهش یک اشاره کوتاهی کردم که پیدایش جهان هستی، ما باید به نقطه ابتدایی پیدایش جهان هستی بریم، به خاطر اینکه یه مقداری از این رمز و رازی که در درون طبیعت وجود داره و ما ازش ناآگاه هستیم و تا زمانی که ناآگاه هستیم
آگاهی ما اون بست و گستره و عمق و ژرفا رو پیدا نمی‌کنه، این به همون اتفاقاتی که در ابتدای جهان هستی افتاده و ما امیدوارم که بتونیم در خلال این برنامه به اون قسمت ها برسیم، به حرفای در مورد اون دانشی، اون ناشناخته هایی رو که ما به شناخته تبدیل کردیم در جهان هستی، و اینی که چطور این انسان با این آگاهی که به دست آورده میتونه از اتفاقاتی که در گذشته انجام شدن بره دوباره اون اتفاقات رو تجزیه و تحلیل بکنه. درست مثل این که مثلا فرض کنیم که شما به یک مهمانی دعوت میشین ولی مریض میشین نمیتونین برین اون مهمانی. اون مهمانی میرین و یه اتفاق، شما نمیرین و یه عده دیگه میرن، اون مهمانی انجام میشه و میگذره. هفته بعدش شما فکر کنین که ما انسان ها فکر کنیم ما در یک محدوده محدودیم که اگر یک اتفاقی بیفته و ما جزء اون اتفاق نباشیم دیگه نمیتونیم جزء اون اتفاق باشیم. این یه واقعیتیه که دنیایی که ما توش زندگی میکنیم، دنیای امروز، این محدودیت رو ما اعمال کرده. در حالی که ما امروز در دنیای فیزیک این قابلیت رو پیدا کردیم که مهمونی که هفته پیش بهش دعوت بودیم و نرفتیم و هیچ کس هم نیومده به ما بگه تو مهمونی چه اتفاقی افتاد، من این هفته میتونم نقب زمانی بزنم به اون مهمونی یک هفته پیش و درست مثل این که جز به اون مهمونی بودم ازش اطلاع به دست بیارم. ما موقعی که به آغاز جهان هستی فکر میکنیم یا به آغاز جهان هستی دست میاندازیم، اکسپلورش میکنیم، کاوشش میکنیم، دقیقا داریم همین کارو میکنیم. به مهمونی که دعوت نبودیم میریم و ازش داده پیدا میکنیم و به داده های خودمون اضافه میکنیم. برای آگاهی انسان ابعاد حیرت انگیزی پیدا کرده، مخصوصا با توانمندی شدن و توانمندتر شدن انسان و توانمندتر شدن ابزار دست انسان. ما قابلیت هایی که واقعا عجیب و غریبه. سعدی یه شعر معروفی داره، میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر ما خدا رو که واقعا در علم جایگاهی نداره، اگر به عنوان آگاهی مطلق تلقی کنیم، اون وقت این شعر سعدی بسیار بسیار معنی پیدا میکنه. ما داریم میرسیم به اون جایی که به یک آگاهی بسیار عظیمتری، حالا نمیگم آگاهی مطلق، ولی داریم به طرف اون آگاهی مطلق نزدیک میشیم. دکتر کنگرلو، اگر که قبل از اینکه این به قسمت دوم برنامه که هفته دیگه هستش برسیم، به آغاز جهان هستی، همچنان در این قسمت و در پاسخ به سوال اینکه انسان کیست و یا انسان چیست، چه چیز بیشتری میتونید به ما بگید؟ آیا انسان فیزیکش هست و انسان از چی تشکیل شده؟ اینطوری بهتون بگم، ازتون سوال کنم. سوال بسیار بسیار سختیه برای جواب دادن، سوال بسیار پیچیده ایه و من سعی میکنم در یه مدت کوتاهی آنچه که میدونم رو به شما بگم. انسان، اون چیزی که شما گفتید درسته، انسان تشکیل شده از بدنش و ذهنش. قابلیت های ما در ذهن ما هست، ولی امکان اجرا کردنشون تنها به وسیله دست ما و پای ما و بدن ما قابلیت اجرا داره. انسان هایی هستن که دید چشمشون بهتره از اونهای دیگه، انسان هایی هستن که قد بلندترن، انسان هایی هستن که ماهیچه‌های قوی تری دارن. ولی همه انسان‌ها این تفاوت‌های، تقریبا میتونم بگم تفاوت‌های جزئیه و غیر قابل اتکاست در تفاوت بین انسان‌ها، ولی زمینه‌های مشترک انسان‌ها، اونها بسیار مهمن. یعنی لحظه‌ای که در لحظه تولد فرزند انسان، شما موقعی که به فرزندتون نگاه کنید در لحظه تولد، محاله بتونیم بگیم که این فرزند بزرگ میشه، جراح مغز میشه، یا آهنگساز میشه، یا فوتبالیست میشه، یا سیاستمدار میشه، یا ریاضیدان میشه. محاله بتونیم بگیم. ولی یه چیزی ممکنه، ما لزومی نداره پیشگو باشیم در مورد آنچه که فرزندمون میخواد مثلا توی دهه سوم یا چهارم زندگیش بشه، بتونیم پیشگویی کنیم. مادر و پدر میتونن آنچه که فرزند میخوان، چیزی که میخوان فرزندشون بشه، اون فضا رو برای اون بچه فراهم بکنن که اون چیز بشه. بنابراین بچه با بدنش به این دنیا میاد و پدر و مادر ذهن بچه رو کارو میکنن، ذهن بچه رو واقعا نقاشی میکنن، مثل یک مجسمه سازی که میتراشه مجسمه رو، میشه ذهن بچه رو با اون دقت و با اون ظرافتی که مجسمه ساز از یک سنگ یک اثر زیبا میآفرینه، میتونن این کارو براش انجام بدن. به وسیله چی؟
به وسیله ایجاد کردن فضایی که رشد و نمو و شکوفایی آن مهارت‌ها به طور کلی انجام میشه. ما با پتانسیل نهان به دنیا میایم. نهان اون چیزی که گفتم اگه مادر به فرزندش در لحظه تولد نگاه کنه ممکن نیست بتونه بگه این فرزند چی میشه، اون پتانسیل نهان داره و تمام پتانسیل نهانش هم در اون 200 میلیارد نورانی که توی کاسه سر بچه هست نهفته است. و من به شما گفتم که این بچه در دو دهه اول زندگیش، یعنی تا موقعی که 25 سالش میشه تقریبا، نصف این نورانا رو از دست میده. یعنی بچه در لحظه تولد 200 میلیارد نوران داره، بچه‌ای که دانشگاهش تمام میکنه 100 میلیارد نوران داره. با وجود اینکه به نظر ما میرسه که دانشگاه رفتن و درس خوندن و تنیس یاد گرفتن و رانندگی یاد گرفتن و اینا همش باید به هوش و ذکاوت و قابلیت‌های ما اضافه بکنه. ولی چطوری با وجود از دست میره این نورون ها؟ اون یه اصل بسیار کبیر توی نوروساینس وجود داره، میگیم use it or lose it. اونایی که استفاده نکنیم از دست میدیم. مثلا فرض کنید که یه بچه، شما میدونید که یه بچه تا زمان تا حدود مثلا 12-13 سالگی میتونه زبان رو بدون لهجه درست مثل مادرش صحبت بکنه. از 13 سالگی به بعد اون پنجره بسته میشه. اگه زبان جدید بچه مثلا بچه 13-14-15 ساله یاد بگیره، تا ابد اون زبان رو با لهجه صحبت میکنه و هرگز نمیتونه، مگر اینی که تلاشی با وسیله متخصصین روی مثلا روی تلفظش انجام بشه که اون در اون صورت ممکنه. ولی بچه‌ای که به دنیا میاد اصلا تلاش نمیکنه یه لهجه خاصی، فقط به مادر گوش میکنه، به پدر گوش میکنه و این زبان رو تقلید میکنه. ما زبان رو در موقعی ادالتود در سنین بلوغ زبان یاد میگیریم، زبان رو به شکل شناختی یاد میگیریم، نه به شکل تقلیدی. اگر میخواین زبان رو بدون لهجه صحبت کنیم، باید تقلیدی صحبت نگاه کنیم، نه اینکه دستور زبانش یاد بگیرین و نمیدونم علامت گذاریش یاد بگیرین و نوشتنش یاد بگیرین و ادبیاتش یاد بگیرین. اونا نحوه شناختی یاد گرفتن زبانه. در صورتی که بچه‌ها به طور کلی نه تنها در زبان، در خیلی از کارهای دیگه به طور متفاوت چیز یاد میگن. به همین خاطر قدرت یادگیری بچه‌ها بی‌نظیره در بچگی مخصوصا. ولی اگر اون مقطع ابتدایی زندگی که بچه‌ها به شکل تقلیدی چیز رو یاد می‌گیرن و به شکل تقلیدی یاد گرفتن بسیار عالی‌تره تا به شکل شناختی، البته شکل شناختی لازمه و مشخصه اون مسائل و موضوعات و مهارت‌هایی که ما در بلوغ بهشون احتیاج داریم هست و اونا لازمه که به طور شناختی یاد گرفته بشن. مثلا شما فلسفه رو نمی‌تونید به شکل تقلیدی یاد بگیرید، ریاضی رو نمی‌تونید به شکل تقلیدی یاد بگیرید، باید به شکل شناختی یادش بگیریم. و بنابراین من از تمایزی که بین این دو نوع مهارت یادگیری دارم ترسیم میکنم به خاطر این است که ما بتونیم بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی در ابتدای زندگی ما میفته، چه اتفاقی از بلوغ به بعد توی ذهن ما میفته. و این قابلیت یادگیری ما یه مقدار زیادی به نحوه استفاده از این ابزاری که طبیعت به ما داده برای یادگیری بسیده داره. هر چه که ما بیشتر در مورد آرشیتکت ذهن، در مورد نحوه تبدیل پتانسیل نهان به مهارت عیان فکر بکنیم و یاد بگیریم، قابلیت مهارت به دست آوردنمون بیشتر میشه، مهارت هامون بیشتر عمیق‌تر میشن و بیشتر رقابتی خواهند بود در یک سطح بالاتری و همینی که درجه رضایت ما از زندگی بسیار بسیار بیشتر میشه به وسیله شناخت بیشتری که از ساختار ذهن پیدا میکنه. رابطه قلب و مغز چگونه است؟ ما کی باید از چشم قلبمون استفاده کنیم و کی باید از مغزمون استفاده کنیم؟ اینو میگم چون اخیراً وقتی که کتاب شازده کوچولو رو میخوندم برای پسرم، روباه راز خودش رو داشت به شازده کوچولو میگفت که فقط با چشم دل میتوان خوب دید، اصل چیزها از چشم سر پنهان است. و به نظر آمد که این جمله خب حامل پیامی عمیق و ژرف استش که در طول تاریخ اندیشمندان، فیلسوفان بسیاری به تأمل واداشته. اما از دید نوروساینس آیا دیدن با چشم دل بر دیدن با چشم سر برتری داره؟ البته من با این جمله چشم دل و چشم سر میدونم که نمیخوام بگم موافق نیستم، ولی قابلیت ایجاد سوء تفاهم داره. اون چیزی بهش میگیم دل، یعنی هارت، یعنی قلب،
قابلیت هیچ نوع قابلیت شناختی نداره. بنابراین اگر فکر میکنیم اون کلمه‌ای که مثلا چشم دل به معنی یک نوع آگاهی بر جهان هست که متفاوت است با دید ذهن ما، اینجوری نیست. یک قسمتی از ذهن ما هست که میشه بهش به چشم دل اطلاق کرد. به طور کلی مغز ما ساخته شده از دو قسمت، یک قسمت فوقانی و یک قسمت تحتانی. یک قسمتی فوقانی رو به انگلیسی بهش میگن cortical brain و اون قسمت تحتانی رو بهش میگن thalamic brain. به هر صورت این قسمت فوقانی و تحتانی با هم دیگه در به این شکل در حال کنش و واکنش هستن. تمام قابلیت های شناختی ما، قابلیت های مهارتی ما در این راه رفتن ما، تنیس بازی کردن ما، قهوه درست کردن ما، حرف زدن ما، اینو بیشتر در این مغز فوقانیه، مخصوصا توی قسمت جلوی مغز که بهش میگیم فرانتال لوب، مخصوصا توی قسمتی از اون فرانتال لوب که بهش میگیم پری فرانتال کورتکس، و اونجا هست که واقعا دستگاه مرکز فرماندهی و تصمیم گیری مغز اونجا قرار داره. به صورت این قسمت فوقانی و تحتانی با هم دیگه وسیله، دو تا شاهراه به هم دیگه وصلن. یکی از این شاهراه ها بهش میگیم بالا به پایین، یکی بهش میگیم پایین به بالا، تاپ داون و باتم آپ. و این شاهراه ها ساخته شدن برای اینکه شما در زندگی موقعی که احساس احتیاج به یک حرکت احساسی دارین، به اون مغز فوقانی رو که فقط قابلیت شناخت و تحلیل داره، همه چیز رو تحلیل انجام میده، او رو خاموشش کنید، یا خاموشش نکنید ولی بی اثرش کنید، دخالت هاشو در این تصمیمی که میخوام بگیرید، و این تصمیم به وسیله مغز احساسی شما یا لیمبیک سیستم شما یا کورتیکال سیستم شما گرفته بشه. بنابراین این قابلیت بالا به پایین و پایین به بالا، کنترل، تحمیل کنترل از بالا به پایین و تحمیل کنترل از پایین به بالا، برای این درست شده که شاید بتونم اینجوری تعبیرش بکنم که اون چیزی که شما میگید قلب احساس، مغز تصمیم قلبی و تصمیم شناختی، به وسیله مغز پایینی و مغز بالایی گرفته میشن. در مغز پایینی خاطرات شما نهفته است، و در مغز پایینی خاطرات میتونن، این خاطرات تنها مثلا جاهایی که بودین، انسانهایی که تو زندگیتون بودن تنها نیست، بلکه احساسی هم که داشتین. مثلا اگر شما یک کسی رو مثلا دوست داشتین و دیگه نیست، مثلا فرض کنین عزیزی، پدری، یا مثلا هر کسی رو که دوست داشتین، دوستی و دیگه نیست، اون خاطره، اون گرمای کنار او بودن در این ذهن تحتانی شما ذخیره میشه. و بنابراین احساسات ما و قابلیت شناخت ما با وجود اینی که در دو قسمت مغز انجام میشن، ولی ارتباط این دو تا قسمت به ما اجازه میده که بعضی وقتا به قول شازده کوچولو اون چیزا رو با چشم دل ببینیم، با قسمت احساسی مغزمون ببینیم، و اون تصمیمی که مثلا فرض کنید که اگر شما برای یک کاری دارین میرین برای مصاحبه، در زمانی که وارد مثلا اون ساختمونی که میخواین توی اونجا مصاحبه رو انجام بدین، با اون کسانی که دارن با شما مصاحبه میکنن، اگر اونجا نشستین و اونا میخوان در مورد شما تصمیمی بگیرن که آیا شما قابلیت انجام اون کار دارین یا نه، اونجا جای کار احساسی نیست، اونجا جایی اینه که مغز فوقانی کاملا در کنترل باشه و مغز تحتانی رو کاملا خاموشش کنه، یعنی اوورانش بکنه، یعنی اجازه نده که دخالت بکنه در این مسئله ای که من الان درش درگیر هستم، و این مسئله کاملا قابلیت شناختی لازم داره و من باید قابلیتی رو داشته باشم که در هر لحظه‌ای که بخوام مغز شناختیمو، در هر لحظه‌ای که بخوام مغز احساسیمو روشن کنم. در حالی که شما موقعی که فرزندتون از مدرسه برمیگرده و با آغوش باز به سراغ اون میرید، اونجا دیگه به دید تحلیلی یا شناختی احتیاج ندارین، برای اینکه فرزندتون رو در آغوش بگیرین و لذت در مجاورت و لمس اون رو احساس بکنین. بنابراین می‌بینیم که زندگی ما تشکیل شده از مواردی که ممکنه به مغز شناختی کامل لازم داشته باشیم، مواردی که به مغز احساسی کامل لازم داشته باشیم، و مواردی هست که ممکنه به هر دوش لازم داشته باشیم. این تاپ داون و باتم آپ، این بالا به پایین، شاهراه بالا به پایین و پایین به بالا، درست شده برای اینکه انسان‌ها بتونن تصمیم بگیرن که این شرایطی که من الان توش هستم آیا شرایط مغز فوقانیه یا شرایط مغز تحتانیه، و شاید هم مثلا ممکنه شرایط هر دو تا باشه. این خیلی مهمه که انسان‌ها بتونن این تشخیص رو بدن، و این تشخیص، خود این تشخیص یه مقدار زیادی از مشکلات ما رو حل میکنه. همونطوری که تشخیص مشکلات ما رو حل میکنه، عدم تشخیص برای ما مشکلات غیر ضروری ایجاد میکنه. بنابراین هم دانستن مغز فوقانی و مغز تحتانی و هم رابطه بین این دوتا
کجا جوریستیکشن اینه، کجا جوریستیکشن اونه، کجا حوزه صلاحیت اینه، کجا حوزه صلاحیت اونه، کجا حوزه صلاحیت هر دوشون هست. این قابلیت در انسان‌ها در همون 2 دهه 3 دهه اول زندگی، اون چیزی که ما بهش توی فارسی میگیم عقل، به انگلیسی بهش میگیم wisdom یا عقل، اون پیدا کردن تخصص برای استفاده از دو مغز ما و چه زمانهایی به کدوم احتیاج داریم و چه زمانهایی به هر دوش احتیاج داریم هست. بسیار جالب. هنگام که نسبت به پدیده‌ای واقعا آگاهی حاصل میکنیم، خب خیلی از تجربه های زندگی که در تاریکی جهل برای ما مبنای استراب شده بودن تبخیر میشن. مثلا در مورد داستان آفرینش، جهل به منشأ جهان و خلقت موجودات زنده خب میتونه منجر به ترس و استراب ناشناخته بشه. در مورد به وجود اومدن انسان هم همینطور جهل به ریشه ها و تکامل انسان میتونه منجر به احساس پوچی و بی‌معنایی زندگی بشه. در مورد آگاهی پیدا کردن نسبت به اون جور مسائل، تجربه شما چیست؟ مقایسه که شما با موارد دیگه زندگی و پیدایش جهان هستی کردین درسته. درک کارکرد و ساختار ذهن انسان در صورتی که تبدیل به طبیعت دوم ما بشه، به نظر من در ما یه انقلاب ایجاد می‌کنه. این درک میتونه اون توان زدودن توهم‌ها، اضطراب‌ها، ناامیدی‌ها، ترس‌ها و حتی جنایت‌ها رو بشه. شما اگه بدونین مثلا چگونه یک خواستی یا تنفری یا وحشتی ناشی از کنش و واکنش بین شبکه‌هایی است که شبکه شدنشون و در هم تنیدگیشون مبانی تجربی فیزیولوژیک داره، اونا دیگه اون خواستهای منفی رو زیاد جدی نمیگیریم. ما انسان‌ها همونطوری که در ابتدا گفتم، ما در درون طبیعت به وجود میاییم و باید در درون طبیعت زندگی کنیم. در درون طبیعت زندگی کردن یک عذاب علیمه، با وجود اینکه انسان‌ها لذت میبرن از زندگی کردن. ولی شما ببینید در میان 200 میلیارد ستاره‌ای که توی کهکشان راه شیری وجود داره، تا اونجایی که ما نگاه کردیم سیاره دیگه‌ای که بتونه شرایطی که برای زندگی انسان مناسب باشه رو پیدا نکردیم. چرا این همه سیاره ولی حداقل تا حالا عدم وجود حیات در اونها؟ به خاطر اینکه حیات به یک سری شرایط بسیار ظریف و خوب تعریف شده احتیاج داره که اگر اون شرایط به وجود نیاد، حیات نمیتونه تکوین پیدا کنه و نمیتونه ادامه پیدا کنه. و از میون تمام این سیارات کهکشان راه شیری، زمین اون شرایط رو داره. مثلا دمایی که بین سردترین دمای کره زمین و گرمترین دمای کره زمین، دمایی هست که برای انسان‌ها قابل تحمله و اگر بهش اضافه کنیم، این شرایطی که روی زمین وجود داره رو بهش اضافه کنیم، قابلیت‌های تغییر برای زندگی برای در محیط اطرافمون که انسان‌ها بتونن این قابلیت‌ها رو ایجاد بکنن، این قابلیت‌ها ترکیب میشه با این شرایطی که زمین ایجاد کرده و ما می‌بینیم که انسان می‌تونه حیات پیدا کنه. ولی با وجود این، ما همواره در معرض آماج بلایای طبیعی و بلایای زیست محیطی هستیم. مثلا برای شما یه مثال بزنم، ما می‌دونیم که خورشید از یک توده عظیمیه که از هیدروژن درست شده و به خاطر وزن عظیمش هیدروژن‌ها زیر بار وزن خودشون اینا با همدیگه جوش میکنن و تبدیل به هیلیوم میشن و هیدروژنی که تبدیل به هیلیوم میشه یه مقداری نور از خودش ساطع میکنه که نور خورشیده. ولی در این پروسه، چون دمای خورشید بسیار بالاست، ذرات باردار وحشتناک، ذرات بارداری به طرف زمین میاد که بهشون میگن بادهای خورشیدی، سولار وینز. این بادهای خورشیدی از اون بادهایی که روی زمین هست نیستن، اینا بادهایی هستن که اگر به زمین برسن، یعنی ذراتی هستن که به طرف زمین پرتاب میشن، این ذرات تمام باردارن و اگر به زمین برسن زندگی رو روی زمین از بین میبرن. ولی کره زمین یک میدان مغناطیسی داره که این میدان مغناطیسی همون میدانیه که مثلا عقربه قطب‌نما رو میتونه به طرف شمال بگردونه. برابر این نیروی مغناطیسی یک لایه‌ای از مغناطیس دور زمین رو گرفته و این ذراتی که از بادهای خورشیدی به طرف زمین میان، اینا به زمین که نزدیک میشن، اون میدان مغناطیسی که دور زمین هست
اینا رو میگیرشون و اینا شروع میکنن به چرخیدن دور این میدانهای مغناطیسی که از شمال به از قطب شمال به قطب جنوب میرن و از قطب جنوب به قطب شمال میرن و اینا که این ذراتی که گیر میافتن ذراتی که از خورشید میان گیر میافتن اینا هل داده میشن به طرف قطب شمال یا به طرف قطب جنوب. بعد بالای قطب شمال این ذرات به همدیگه برخورد میکنن، یه نوری رو ایجاد میکنن که ما بهش میگیم نور شمالی یا نوردن لایت، که در شمال بهش میگن اورورا یا نور شمالی. این صحنه هایی که توی فیلم ها میبینیم که توی ایالت های مثلا کانادا یا ایالت های شمالی آمریکا این اورورا رو میشه دید، اورورایی که این کره شمالی نور سبزی بسیار هم زیباست. پس این بله اینا ناشی از ذراتی که از خورشید برخوردن، این ذرات به وسیله اون کمربندی که دور زمین هست، اون کمربند مغناطیسی رو بهش میگیم ون آلن بلت یا کمربند ون آلن. و این اگر این کمربند نبود اصلا امکان اینی که زمین بتونه حیات بتونه روی زمین فرم بگیره وجود نداشت. برابری میبینین چقدر شرایط زندگی کردن ظریفه و طبیعت به طرز عجیب و غریب که نما کاملا میفهمیم به چه شکلی این شرایط رو برای حیات روی این کره وجود آورده. و هر چه که ما بیشتر آگاهی پیدا کنیم میتونیم بیشتر از این شرایطی که برای حیات وجود داره و حیاتی که در درون این شرایط نزج گرفته ازش استفاده بهینه بکنیم و زندگی خودمون غنا و عمق ببخشیم. سپاسگزارم. واقعا دانش در ذات خودش اصلا رهایی بخشه. درسته که در دنیای امروز جنگ بین دانش و سنت همچنان در جریان و اغلب به نظر میرسه که جهل و سنت و خرافات طرفداران بیشتری دارند و دانشمندان در اقلیت هستند، اما با این وجود دانش همواره در حال گسترشه و این موضوع نشانه از عظمت و کارایی دانشه. ببین آخرین پرسش، آیا هوش مصنوعی میتونه از شبکه‌های ذهن و مهارت انسان تقلید کنه؟ بله. خب ما هوش مصنوعی اسمه که در حقیقت برای برنامه‌های کامپیوتری اختراع شده. برای هوش مصنوعی چیزی به جز یه برنامه کامپیوتری که خودش قابلیت تصمیم گیری هم داشته باشه، ولی به همچین چیزی اطلاق میشه. ولی هوش در مورد انسان، اون چیزی که ذهن ما رو به ساختن مدل مصنوعی ذهن انسان واداشته، به خاطر این هست که ما در یه جایی از تاریخ بشر ما کامپیوتر رو اختراع کردیم و موقعی که کامپیوتر رو اختراع کردیم دیدیم که میتونه کارهایی رو بکنه که هرچند که به پیچیدگی کارهای ما نیست ولی سریعتر میتونه انجامش بده. ما نمیتونیم مثلا کامپیوترهایی که امروز وجود دارن، قدرت کامپیوتر رو با تعداد عملیاتی که در هر ثانیه انجام میده میشناسنش. یعنی شما اگه بخواید کامپیوتر بخرین، بهترین نوع تصمیم گیری برای اینکه چه نوع کامپیوتری بخرین اینه که ببینید که این چند فلوپ انجام میده. فلوپ یعنی فلوتینگ اپریشن، یعنی چند تا عمل به طور کلی، چند تا عمل ریاضی میتونه در یک ثانیه انجام بده. آیا 1 میلیارد، آیا 1000 میلیارد، یعنی 10^9 عمل در ثانیه انجام میده، 10^12 تا انجام میده، 10^18 تا، 10^18 عدد بسیار بزرگیه، یا مثلا 10^22، 21. این ما تونستیم سرعت کامپیوترمون رو به قدری بالا ببریم که الان رسیدیم به ترافلوپ، یعنی یه چیزی به اندازه 10^18 تا داریم میریم به طرف 10^20 و 10^22 که عدد وحشتناکیه برای تعداد عملیاتی که یه چیپی به اندازه ناخن شست شما قابلیت انجام دادن شده. بنابراین با این دستاوردهای انسان داشتم یادآوری میکردم که ببینیم اینا تمام دستاورد انسانه، دستاورد کامپیوتر نیست. با وجود اینکه به نظر میرسه کار رو کامپیوتر انجام میده، ولی دستاورد انسانی که اون کامپیوتر رو طراحی کرده و هرگز محصول نمیتونه از خالق پیچیده تر بشه. این رابطه مختوم بین خالق و مخلوقه و چون هوش مصنوعی مخلوق دست بشره، همواره بشر قابلیتایی داره که هوش مصنوعی نداره. مثلا تمام کامپیوترهایی که هوش مصنوعی دارن فقط هوش مصنوعی شناختی هم ندارن، هوش مصنوعی عملیاتی دارن، مکانیکی دارن، ولی هیچ کامپیوتری نمیتونه مثلا تفاوت بین عطر شانل و ورساچی رو تشخیص بده یا تشخیص بده و بعد یک ترجیحی داشته باشه اینو به اون یکی، ولی یک انسان میتونه ترجیح بده بدون اینکه مثلا شیمیدان باشه. یک انسان میتونه یک انسان دیگر از میون تمام 7 میلیارد انسان دیگر انتخاب بکنه و زندگیشو وقف اون بکنه.
این یک قابلیت انسانیه که در ماشین‌ها وجود نداره. ممکنه که ما یه روزی این قابلیت رو در ماشین‌های خودمون هم تعبیه بکنیم، ولی حداقل این هوش مصنوعی که امروز وجود داره اون قابلیت‌ها رو نداره و این کار رو برای کسانی که تو این زمینه کار می‌کنن و دوست دارن کار کنن براشون کارآفرینی می‌کنه. و اون ساختارهایی که من از ذهن گفتم، همینطوری که ما بیشتر یاد بگیریم که ذهن ما، هوش ما، اینتلیجنس انسانی، هوش انسانی، هوش بیولوژیک چه شکلی کار میکنه، میتونیم این مدل‌ها رو بازسازی بکنیم توی کامپیوترامون و از همین مدل برای اینکه هوش مصنوعی رو نزدیکتر و نزدیکتر به هوش طبیعی بکنیم استفاده کنیم. یک دنیا ممنون از شما. به پایان اولین بخش از برنامه عروج انسان رسیدیم، سفری که در اون به اعماق ذهن انسان سفر کردیم و رازهای اون رو با کمک دکتر الهیار کنگلو آشکار ساختیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و آموخته‌های جدیدی کسب کرده باشید. هفته آینده در قسمت دوم این برنامه به نقطه آغاز پیدایش جهان هستی برمیگردیم. سفری شگفت‌انگیز و هیجان‌انگیز در انتظار ماست. به اتفاق پروفسور الهیار کنگلو به همگی تا شنبه آینده به امید دیدار میگم. بدرود.